درود به شما دوستان عزیز یک درس دیگه از درس های آموزش آلمانی کانال دوچ پرزیش تیوی میخواییم با همدیگه ورچادز و یا لغت های جدید رو در سطح بیتس فایس اینز یاد بگیریم تدزشلیش و این تات هر دوتا رو با همدیگه در قالب جملات کاربردی یاد میگیریم چه معنی میده و چطوری استفاده میشه تدزشلیش دوستان هر موقع حرف آ اوملاوت گرفت دقیقا صدای ای فارسی رو میده تا خونده میشه به طور مثال تاتسشلیش به معنی به در حقیقت واقعی واقعا هستش میتونه به عنوان صفت بیاد بشینه قبل از یک اسم دی تاتسشلیش کاستن زین دویتلیش هوا دی تاتسشلیش کاستن زین یعنی چی؟ یعنی قیمت های واقعی خیلی بالاتر هستند از اون منظور از اون چیزی که هست تصور کنید که به فرض قرارداد موبایل میبندید ماهی 20 رو واسه بدید ولی یهو میبینید 30 رو میاد خب اینا میگن تاتسش شیشه کاستن یعنی اون قیمتی که واقعا میفته پاتون تو آلمانی میگن تاتسش دیش به طور مثال tatsächliche Fahrzeit kann لنگا tatsächliche Fahrzeit kann länger یعنی زمان اون مسافتی که با ماشین شما طی میکنید یا با قطار دا زمان واقعیش میتونه طولانی تر باشه به طور مثال میگن که به فرض از کارن تا دوسلدورف مثلا نیم ساعت راهه ولی میگیم دی تاتسش ریش فاعت کن کارن لنگ و مدت زمان واقعی سفر میتونه طولانی تر بشه مثلا یه ساعت و نیم طول بکشه تا برسید به مقصد یه همچه معنی میده دیزا فیلم بازیرت اوف تاتسش لیشن ای اگنسن. دیزا فیلم یعنی این فیلم بر اساس اتفاقات واقعی در از پایه گذاری شده یعنی رو اول خیلی از فیلم ها می نویسن فیلم هایی که فیلم های از رو واقعیت ساختن این جمله رو معمولاً می نویسن دیزا فیلم بازیت اوف تدزشت لیشن ای, ای اگنس یعنی اتفاق حادثه رویداد رخداد ای اگنسن جمعش هستش یعنی رویداد ها اتفاق ها خب دیدین که در جملات بالا تذشتش قبل از اسم قرار گرفت به عنوان یک در از صفت حالا تو جمله میپرسم که حت ا دست تذشتش مثلا یکی می به میگه که فلانی فلان حرف و زده اون پسره فلان چیز رو گفته من میخوام بگم که واقعا اینو گفت میشه حت ا دست تذشتش یا حد زی دست تذشتش گزاگت اگه خانم بود در اینجا به حالت ادورب میشه دوستان یعنی واقعا اینو گفت در حقیقت اینو گفت خیلی وقتا شما میتونید از تاتسشلیش به عنوان جواب استفاده کنید تنها یعنی فقط همین کلمه تاتسشلیش رو بگید مثلا به من میگن که آنا مشت این دن او اس ا آنا مشت این دن او اس یعنی آنا میخواد که به آمریکا مهاجرت کنه بعد من میپرسم واقعا به راستی میشه تاتزشلیش تتزشلیش تاتزشلیش تاتزشلیش حالت سوالی میپرسم یعنی واقعا برعکسش هم هست مثلا یکی اما یه سوالی میپرسه ما میتونیم تاتزشلیش جوابشو بدیم مثلا میگم کامت زی ویدا تو شوله اون دختره دوباره میاد به مدرسه کامت زی ویدا تو شوله تو جواب میگم تاتزشلیش تتزشلیش

واقعا یک مشکله در حقیقت یک مشکله به راستی یک مشکله این از اون جملاتیه که شما میتونید تو به فرض امتحان موندلیش و یا قسمت نامه استفاده کنید این جور جملات سطح نامتون رو بالا میبره طبیعتا نمره بهتری هم به کار درست میگیری چون کلمات سطح بالاتری دارید استفاده میکنید دوستان عزیز Arbeitslos یعنی بیکار درسته Arbeitslosigkeit اسمشه یعنی بیکاری نفیلن لندرن این پروبلم خبدیه چی میتونیمبگیم ز نب این ندیزس انگبوت است تاتزلیش این گروسارتیگ گلیگنهیت یعنی این انگبو که ما درافت کردمنببمم راز خوشقیمتی هستش که به شما میشه میتونه یه چیزی هراج خورده باش میگیم اون چیز واقعا به راستی در حقیقت یک فرصت خیلی سخاوتمندانه هست یعنی به فرض یه چیزی حراج شده خیلی ارزون شده میتونید این جمله رو بگید البته کمتر اینجور تو زبان آمیانه اینجور صحبت میشه چون در از این زبان در از هستش دوستان یعنی زبان رسمی یعنی بیشتر کسایی که تحصیل کرده هستن یا حالا تو تلویزیون این مدلی صحبت میکنن

راه حل لوزوم یعنی راه حل برای این مشکل پیدا کردم. Ich habe etwas gefunden. یعنی حالت جمله حالت پرفکت هستش، گذشته گذشته. Sie ist tatsächlich schlauer als ich gedacht hatte. Sie ist tatsächlich schlauer als ich gedacht hatte. یعنی چی؟ یعنی اون خانومه واقعا تر از اون چیزیه که من فکر کردم. این از اون جملات رو میتونید حفظ کنید و این فرمتش رو در از این نوع جمله بندیش رو حفظ بکنید و تو زندگی روزمره ازش استفاده کنید زی است اون خانوم در حقیقت به راستی واقعا شلاوا شلاو یعنی باهوش شلاوا یعنی باهوشتر از ایش گداخت هته از اون چیزی که من فکر می کردم خب دیگه چی میتونیم بگیم؟ آه، این از تاتزشلیش حالا این یعنی چی؟ این دقیقا همانی تاتزشلیش هستش یعنی تو تمام جملات بالا که با هم یاد گرفتیم شما میتونید به جای تاتزشلیش این دتات بگید مثلا همین جمله آخر میتونستم بگم زی است این دتات شلوا ایش یا زی است این دتات نتا از ایش میتونستم بگم اون خانومه در واقعیت خیلی مهربانتر از آن چیزی بودش که من فکر میکردم. درفمن این داuتcلند کoستن لوس شودیغن آدم میتونه در آلمان مجانی درس بخونه شما جواب میدید این این دتات، یعنی در حقیقت به راستی بله یعنی درسته واقعا همینطوره البته همنطور که می تو آلمان که میخوان برن دانشگاه درس بکنن تحصیل در دانشگاه آلمان در دانشگاه دولتیش مجانی هستش ولی خب یه سری هزینه های شودی بور بهش میگن که زمستا باید هم بهش میگن یا شودی کوستن هم بهش میگن ولی خب اونا هزینه ای نیستش که شما به دانشگاه میدید برای تحصیل بلکه به فرض به شما تیکت میدن برای اون استانی که شما درش هستید یا درس میخونید و حق استفاده از این خدماتش هستش و خود تحصیل مجانی هستش برای این خیلی ارزونه اون مبلغش فرق میکنه بعضی دانشگاه دیوی سی ست یا کمتره در هر ترم یعنی در هر شیش ماه دارف من این دوچان کاستن لازی شتودیرن این دتات خب تو جمله بعد میگم که لیبنز میتل فشبندونگ است این دتات این ارنستس پروبلم اصراف مواد غذایی هست در حقیقت به راستی واقعا یک مشکل جدید لبنز میتل یک کلمه هستش دوستان درسته؟ ولی خب از این کلمات آلمانی نترسید موقعی که طولانی بود بازی ببینید از چه کلماتی تشکیل شده درست؟ لبنس میتل به معنی مواد خوراکی و مواد غذایی هست فشفندون به معنی دور ریختن، کردن، اصراف کردن هستش پس در مجموع همگی میچسبه اسم تشکیل میده میشه اصراف مواد غذایی لبنس میتل فشفندون است این ده تات است تاتزشلیش هر دوتا رو میتونستیم بگید این ernst, ernst یعنی جدی پس در تمام این جملات همدوی گفتیم میتونید تدزشلیش رو با اندتات جایگزین کنید و بالعکس ایشکان اندتات تون واسه اشماشته من میتونم در حقیقت به راستی واقعا انجام بدم هر چیزی رو که دلم میخواد ایشکان اندتات تون واسه خب تو دو دوتا جمله باید میگیم که زی حتس این به فرض به میگم فلان کس اون خانم فلان کار رو انجام داد اون یکی میگه واقعا میگم, میگم یا زی این که مخت واقعا این کار رو انجام داد زی حتس تاتسش هر دوتار میشد گفت این تات دو هست خشت به که تو حق داری در حقیقت که تو حق داری واقعا که تو حق داری این تات دو هست غشت. حالا به عنوان تمرین شما میتونید جواب این سوال رو بدید. Deutsch lernen ist in der Tat schwierig. Was hältst du davon? Deutsch lernen ist in der Tat schwierig. آلمانی یاد گرفتن در واقعیت در عمل به راستی در حقیقت مشکل سخته. نظر تو در این مورد چیه؟ Was hältst du davon? میتونید جواب این سوال رو به عنوان تمرین در کامنت بنویسید من کامنت های شما رو جواب خواهم داد دوستان عزیز امیدوارم لذت برده باشین از این درس تا درس های آینده بدرود